سلیم، شهرت تهرانچی، فرزند سلیمان، فرد تهران، 1327. بله بله. ببخشید، این آقای بهمنی به شما زنگ زد؟ بهمنی کیه؟ آشنای ما، همکار شما. آره زنگ زد، ولی نمیشه شرمنده تونم. ببخشید جسارت نباشه، من چیز زیادی نمیخوام، همچین که 7-8 سال سن من کم بشه، میدونید من نمیخوام برای شما خود و نخواست شهر درست کنم، که چون نه قرار برم سربازی، نه ارث و میراثی قرار برم برسته، نمیخوام زن بگیرم. شناسنامه منم که خدمت شماست دیگه. ثبت احوال قانون یراقه نمیشه، همینجوری نیست که. بله، من خب خاطرم قانونش آقای بهمنی به شما زنگ زد. پول چای اینا در خدمت هستیم. الان شما 70 سالتون باشه یا 60 سالتون، واسه تون چه فرقی میکنه؟ هیچ، فقط از لحاظ روحی روانی خودم گول میزنم دیگه، میگم شاید دیرتر بمیرم. اون وقت الان من اینجا مثلا بزنم شما 20 سالتونه، شما جوانتر میشین؟ نه، ولی اگه دوتایی بریم تو حیات با هم دیگه بودویم، وقت معلوم میشه که کی زودتر خسته میشه. نمیشه پدرم، نمیشه. نفر بعدی تشریف بیارم. داشتید اینا رو دعوت کردین، بشینیم چی بگیم؟ عمه جون، بابات هم سر حاله هم سر پاس، حالا اگه خیلی نگران حالشی دنبال یه زن خوب میگردیم براش زن میگیریم، که هم بابا در تنهایی بیاد بیرون، هم تو خیالت راحت چه مادر. شما یکی رو تو این شهر به من نشون بده بتونه جای مادرم پر کنه، من خودم بابا رو زنش میدم. بعدش هم مگه من مردم عمه جان؟ بابا یکی رو میخواد کنارش باشه بهش برسه، خب من هستم که. عمه جون تو این شهر که سل، تو تمام دنیا رو که بگردی ها هیچ کسی نمیتونه جای کسی رو بگیره، بالاخره هر گلی هم یه بوی داره. عمه تو باید هوا شوهر تو داشته باشی، پات اگه اینجا اینقدر گیر بود چرا عقد شدیم؟ اصلا چرا رضایت دادی؟ تو چرا حرف میزنی؟ پس من آوردی اینجا واسه چی؟ سمانه جان، شما الان از یک سال بیشتره که عقدین، خوبیت نداره عمه، نه برای شما، نه برای بابات، نه برای من. مردم هزار تا حرف پشتتون میزنن. من با حرف مردم کار ندارم، بذارین هرچی میخوام بگم. عمه جان بعد من دلم میخواد هوای بابامو داشته باشم. باباته، بچت که نیست. تو حرف نزن. من حرفم هم. بابا جان شاید اصلا من دلم نخواد شما بیاین اینجا زندگی کنین. کیو باید ببینم؟ عاقل باشین بابا جان، عاقل باشین، برین سر خونه زندگیتون، زودترم یه نوه واسه بابا بیارین، اینقدر مخ ماره نخوری. من شرطم گفتم، حرفم هم عوض نمیشه، اگه منو میخواد باید بیاد همینجا با شما زندگی کنیم. Thank you.
جلو همه اینا اونجوری گفتی که منو از خودت برونی دیگه، نه؟ حرف دلت که نبود. بگو جون سامان، راست میگی؟ یه لیوان آب برام میاری؟ بابا چرا اینجا تنها نشستی؟ پاشو بریم خونه. من به مینا گفتم شام درست کنه، امشب تو یه استراحتی بکنی. من خوبم، استراحت نیاز ندارم. بابا به مجید، عمه، به همه میگیم. زشت نمیشه؟ زشت چی بابا؟ مگه من خلاف کردم؟ نه، ولی میدونستی اگه از اولش به من بگی من نمیذارم. بابا من نمیخواستم تو رو درگیر این کار کنم. میدونستی نمیذارم. نمیای بابا؟ مزاحمتون نمیشه. چی میگی؟ مزاحم چی؟ مردم چی میگن؟ دختره همسن منه. به مردم چه ربطی داره؟ هر کسی باید سرش تو زندگی خودش باشه. من که همش کنارتون بودم، به خاطر همینم با مجید دوام شد. بابایی
مگه تو همیشه نمیگفتی که نگران تنهایی من هستی؟ من الان تنها نیستم. پس اینکه اینقدر اصرار داشتین زودتر برم خونه خودم به خاطر این دختره بود نه؟ نه بابا، اگه همینم نبود، اگه این دخترم نبود، باز من وادارت میکردم بری خونه خودت. چرا مجید اومده بود دم در بگه شرطم رو قبول کرده بهم نگفتی؟ سه ماه بهش گیر دادیم به من فشار بیاره که بریم خونه خودم. همه چی رو بهم گفت. من رو باش فکر میکردم همه اینا به خاطر خودمه. چه کیفی میکردم وقتی میگفتین برو خونه خودت برات عروسی میگیرم. نگو فقط به خاطر خودتون بوده. من مزاحم زندگیت بودم بابا. پس سمان خانم و شوهرش میخوام بیان اینجا کلا. اون حالا یه چیزی گفته؟ گفت همسرش قبول کرده که بعد از عروسی بیان هم اینجا دیگه. مگه نمیاد؟ اگه من میدونستم اینطوریه این ترمم خوابگاه میگرفتم تا یه فکری بکنی. تو که نمیتونی تا ابد تو خوابگاه بمونی. من احساس میکنم سمان خانم اصلا خوشش نمیاد که من اینجا باشم. به خدا خیلی خجالت میکشم. دشمنت خجالت بکشه؟ مگه تو خلاف کردی؟ نمیشد اول صبر کنیم شما کارا رو درست کنید بعد من بیام؟ درست میشه. اگه اجازه بدید من برم. سمان خانم که رفت سر خونه زندگیش من برمیگردم. مینا، من اصلا روم نمیشه چشمای دختر شما نگاه کنم. بهتره من برم. مینا جان، سمانه دختر بدی نیست، باور کن چند وقت دیگه باش دوست میشه. تو جایی نمیری. بشین. آقا سلیم اینجوری هممون اذیت میشیم. گفتم بشین. اینم دستت کن. خاک مادرت چادرشو سرت کردی. اگه این دخترم نبود من وادارت میکردم بری خونت. تو اراده کن من یه چشم هم زنم آنچنان عروسی واسط میگیرم که همه اهل محل غذاشونو بخورن به اندازه یه هفته هم ببرن خونشون. چه بد شد. من الان نمیتونم بعد خوشحال باشم از اینکه دارم عروس میشم
یا ناراحت باشم که دارم دک میشم که نباشم. شما بشینید، مجیده اومده دنبال من. من الان خونه شوهرم نمیرم، دارم میرم خونه عمه. این خونه قرار بود به خودش عروس ببینه که دید. خدا بذارید باشه، من باش مشکلی ندارم. این وسایلم نمیخواست عوض کنم، خوب بودن دیگه. نه اونا دیگه عمرشونو کردن، باید عوض شه. هر جور خودتون صلاح میدید. ببخشید. راحت باشید. بذار من برات بکشم. نه خیلی ممنون، خودم میکشم. برای خودتون بکشید. صدای من گرفته؟ نه بله همه چی مرتبه. بچه ها خوبم؟
نگرانی نداره بابا جا، من مراقب خودم هستم، همه چی هم خوبه، خیالتون راحت. بله خیلی آدم های خوبی هم. نه اصلا، چرا اذیت هم بکنم؟ محمد میره مدرسه‌شو؟ خب آره من دانشگاه میرم، دارم رو پایان نامم کار میکنم. برید اون تای اتاق سمت راست احتیاط کن. فقط ببین زخمی نشه. آبروی منو خودتو حاج سلیمونو بردی به کنار، این دیوار بین من و تو شاهد، انگار که یه آفتابه نخ کردی انداختی دور گردنت، داری تو شهر میگردی، چایی که داری بیل میزنی تش گیر میکنی. یا خلاف شهر نکردم که. نه برادر من، خلاف عرف که کردی. دخترت واسه چی فرستادی خونه من؟ واسه که اینجا رو خلوت کنی؟ من نفرستادم، خودش اومده. پس چی کار میکرد؟ وقتی بهش گفتی زود عروسی بگی برو، یعنی هری دیگه، محترمانه. چه کنم؟ آبروی خودتو داری میبری. منم آدمم، دلم میخواد مثل بقیه مردم. دخترت مثل میت تو خونه من افتاده، نه نون میخوره، نه آب میخوره، این ننه هایی که بچهشون مرده از صبح تا شب زجه میزنه. غیرتت کجا رفته؟ حالا گیرم پسر من عقدش نکرده بود، منم عمش نبودم، میخواستی چی کار کنی؟ ها؟ خب من براش عروسی میگیرم، میره خونه مجید. خب تو میخوایی زن بگیری؟ یکی مثل خودت میگرفتی، نه مثل دختره. نمیخواستم، شد. نباید میشد. حالا چی کار کنم؟ جلو ذره رو هر وقت بگیری منفعته، شر رو بخوابون. نمیشه دیگه، نمیشه. باشه، من خودم براشون عروسی میگیرم، خیلی زودم میگیرم، برای تو هم کارت دعوت میفرستم مثل بقیه مهمونا. اگه این کارو نکنم ها دختر مشتولیمون نیستم. سلام. چرا اینجا وایستادی؟ کجا بودی؟ با بچه ها بعد از کلاس رفتیم کتاب خونه، روی پایان‌نامه‌مون کار کنیم دیگه. تو این وقت شب؟ من که بهتون گفته بودم امشب دیر میام. گوشی چرا خاموش بود؟ شارژش تموم شد. دختر نمیگی من نگران میشم؟ ببخشید، معذرت میخوام. وسایلو کی آوردن؟ من خودم رفتم موندم، گرفتم آوردم. من دلم نمیخواد تا این وقت شب بیرون بمونی. خب باید رو پایان نامه‌ام کار کنم دیگه، چی کار کنم؟
مهمون داشتی؟ خواهرم بود. شنیدی چی گفتم؟ بله، چشم. چیزی که نشده؟ نه، زمانی که جریان من تو رو شنیده بود به خواهره گفته اومده بود برای مثلا چشم روشنی اینجور چیزا. سامان خانم اومده بود دم ده. کی؟ همین صبحی تو کوچه جلومو گرفت. چی گفت؟ یکمی عصبانی بود، گفت تو زن بابام شدی که پولاشو بالا بکشی، که تیغش بزنی. غلط کرد، تو به دل نگیر. مینا شام بریم بیرون بخوریم. من اشتها ندارم. من بهش چیزی نگفتم، فقط گفتم چون تو خونه بابامه فکر نکنه میتونه جای مادرمو بگیره. همین. تو چرا فکر میکنی من زنگ گرفتم برای اینکه برای تو مادر بیارم؟ نه، من برای خودم زنگ گرفتم. منم نگفتم نمیتونه جای مادرم برای من بگیره، گفتم نمیتونه جای مادرم برای شما بگیره. بابا اون دختر چشش دنبال پول شماست، ببینید کی بهتون گفتم. عیبی نداره، اون دختر داره جوانیشو برای من میذاره. خب منم اگه شماها نمیتونی زن منو تحمل کنین اشکالی نداره، ما رو به خیر و شما رو به سلامت. بس سلام. سری میخوام سر به ما نمیزنی، میترسی ببازی؟ سلام. این روزای کمی گرفتارم، حالا خدمت میرسم. بیا نه ترس، در خدمت هستم. سلام. سلام. چرا اینجا نشستی؟ طوری شده؟ چی شده؟ به خاطر هیچی بغض کردی؟ نمیخوای به من بگی؟ اگه به خاطر سامان هست من امروز باش حرف زدم، دیگه کاری به کارت نداره، خیالت راحت باشه. از خودم بدم میاد، حس میکنم خیلی کار بدی کردم، همش خجالت میکشم. این حرفو نزن، تو کار بدی نکردی، ازدواج کردی. Thank you.
سلام برسون. من همین دور و برام بعد میام دنبالت. شما نمیان تو؟ نه. چند وقتی بابا رو ندیدی؟ تنها باشیم بهتر. حالا مزاحم نشم. خدا من میرم یه خود خرید کنم بیام. آقا سلیم میشه اول منو برسون خونه بعد برید خرید؟ دستتون رو بگیرم که همه بفهمن من زنتونم. نمیخوام کسی بعدم مزاحمم بشه. سلام. نگفته بودید میان اینجا؟ کاری نداشتم امروز، گفتم بیام دنبالت. راستش امروز تولدمه، خواستم بچه ها رو ببرم کافه. نمیدونستم تولدته،
اشکالی نداره؟ نه. اگه دوست ندارید میتونم کنسلش کنم. نه. هر تو صلاح میدونی. من دیگه برم. آقا سلیم نرید، صبر کنید منم با تون بیم. بذارید برم بهش رو بگم. بچه ها ببخشید، من این کاری پیش اومده باید برم. نوشته همراه با خانواده. دخترت که عروس خودمه، زنت هم اگه دیدنی بود میتونی بیاریش. خسته نباشید. شرمنده مزاحمتون شدیم، بهتون زحمت دادیم. خواهش می‌کنم. مینا جون ایشون معرفی نکردین. بابا من خوشبخت مزاحمتون. فردا می‌بینم تو باش دانشگاه می‌بینم تو دیگه. مراقب خودتون باش. با اجازهتون. تو به دوستات گفتم من باباتم. من باباتم. هول شدم از دهنم پرید. توری دخترم واسدادم. از خونه بیرونش کردم. توری رو خواهرم واسدادم. تو محل دست تو رو گرفتم با هم اومدیم اینجا برای اینکه بگم تو زن منی. وقت تو به دوستات میگی من باباتم. اگه نمیگفتم شما بابامی، از فردا باید توی دانشگاه برای همه توضیح میدادم. پس واسه همین حلقه نمیندازی دستتون؟
میخوایم به این بیرون یه دوری بزنیم. برم بپوشم. دخترتون اینترنتی پرداخت کرد. این دخترم نیست، زنمه. درش رو میکوبی؟ اون زنمه، میفهمی؟ آقا سلیم من شوهرشم. آقا سلیم بام شو بابا پیری، به من چه؟ آقا سلیم یه بیرون بینم. آقا سلیم، آقا سلیم، آقا سلیم، آقا سلیم. بذار من باز کنم. نمیخواد خودم باز میکنم. اینجا خونه منه. خودم من بلدم درشو باز کنم. بیا برو تو. بیا برو. اینجا خونه منه. فهمیدی؟ منم شوهرتم. من بابات نیستم. اینو بفهم.
شمایی که سر من داد میزنین بدونین اگه من اینجا فقط به خاطر نداری بابامه. اگه چشمام رو همه چی پستم زن شما شدم به خاطر اینه که دو روز دیگه خواهر برادر کوچیکم به خاطر فقر و نداری عقده ای نشه. دستتون درد نکنه ها، میدونم هزار تا مشکل مالی بابامو حل کرد، براش خونه خریدید، ولی بدونین اگه حسرت لباس عروس مونده به دلم، اگه خودمو اسیر شما و این خونه کردم فقط به خاطر دردای بابام، هرچی زور زدم حریفش نشدم. تمام آرزوهایی که داشتم اصلا شبیه زندگی الانم نیستم. چند لحظه سب سلام. سلام با چقدر بهت میاد؟ گاهی میرفتم پدر مادرش رو میدیدم، کمکشون کردم، یهو نفهمیدم چی شد. متوجه شدم من هر وقت میبینمش آتش میگیرم. حق با توی بابا، من اشتباه کردم. هر چی کار کنم گیر کردم، بد جوری گیر کردم. خوشبخت بشی بابا. میگه محضر اون مغازه میدون شوش رو بذارم برات به نامت میکنم. بعدشم میگه دنبال زندگی خودت. Thank you.
چه مدت لازم بوده است؟ چه مدت لازم بوده است؟ تا کلمه عفو بر زبان جاری شد، تا حرکتی اعتمادانگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم، بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی اسکف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنیم. دستم را بگیر.